شبکه تلویزیونی الجزیره روز شنبه 21 ماه می 31 اردیبهشت ماه با اشاره به دیدار اخیر امیر قطر با رهبر جمهوری اسلامی در تهران به نقل از وزیر خارجه قطر مدعی شد علی خامنه ای برای سازش با غربی ها در مورد پرونده هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است. اما ساعاتی بعد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این ادعا را رد کرد و نوشت خبر الجزیره بر اساس ترجمه کاملا معیوب و شیطنت آمیز و با مقاصد سیاسی انجام شده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در همین ارتباط به تسنیم گفته اولا چنین روایتی از دیدار کاملا غلط است و ثانیاً به نظر می رسد حتی در ترجمه الجزیره هم دقت کافی صورت نگرفته و یک شیطنت رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز در میان است. خطیب‌زاده می گوید رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شیخ تمین بن حمد بن خلیفه آل ثانی هیچ سخنی از سازش به میان نیاورده، بلکه گفته ما همیشه گفته ایم که مذاکرات باید نتیجه دار باشد، نه وقت تلف کردن. آمریکایی ها می دانند که برای این کار باید چه اقدامی انجام بدهند. تسنیم همچنین نوشت سایر منابع مطلع و مقامات جمهوری اسلامی نیز تاکید کرده اند تهران همچون گذشته به دنبال رسیدن به توافق منصفانه است که آمریکا را به اجرای تعهداتش در برجام برگرداند. با این حال ماها و سالهاست که دولت آمریکا با زیادخواهی و دبه‌های متعدد از بازگشت به تعهداتش تفره می‌رود. تقریباً 10 روز پیش از این همزمان با دومین روز سفر انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، امیر قطر و شماری مقامات این کشور نیز به دعوت جمهوری اسلامی به تهران رفتند. وبسایت اسرائیلی دبکا نزدیک به نهادهای امنیتی اسرائیل به نقل از منابع خود گفت امیر قطر به مقامات جمهوری اسلامی قول داده برای آزاد کردن پولهای بلاکه شده ایران در غرب کمک کند. در پایان دور اول مذاکرات انریک مورا با علی باقری کنی، یکی از همکاران این مقام اروپایی به کیهان لندن گفت که نوری در انتهای تونل دیده نمی شود. همچنین گفته شد که ورود امیر قطر به تهران با پیشنهادی جدید همراه شده است. یک دیپلمات خارجی مستقر در تهران نیز به المانیتور گفته بود روز اول سفر انریک مورا از جمله دیدار او با علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی دلگرم کننده نبود، اما به نظر در روز دوم اوضاع تغییر کرد و ایرانی ها پیشنهاداتی را به مورا ارائه کردند. المانیتور به نقل از منابع متعدد در تهران نوشت آنچه به مورا ارائه شده بیش از پیشنهاد بوده است. یک منبع رسمی در تهران به المانیتور گفت طرف ایرانی پیشنهادی با ایده های بازبینی شده به مورا داد. با این حال به گفته همین منبع پیشنهاد جدید شامل سپاه پاسداران نیز می شود، اما این موضوع محوریت ندارد و مسائل دیگری با اولویت بیشتری وجود دارد. با این همه فعلا هیچ خبری در مورد پیشنهاد جدید منتشر نشده، آن هم در حالی که یک منبع دیگر در تهران تأکید کرده که بدون پاسخ روشن و صریح از سوی آمریکا مذاکرات از سر گرفته نخواهد شد. این منبع رسمی جمهوری اسلامی به المانیتور می گوید دولت بایدن باید تصمیم بگیرد. نمی تواند بین سیاست های دونالد ترامپ و آنچه خودش در جریان مبارزات انتخاباتی ادعا کرد در وسط بماند. آنها بر هنر ساده کردن بیش از حد مسائل پیچیده و خارج کردن مسائل از متن اصلی مسلط هستند و این باعث ایجاد شکاف های بیشتر در مورد توافق هسته‌ای می شود.